من به این نتیجه رسیدم ایران رو نه آقای خامنه ای و نه هیئت دولت و نه مجلس هیچ کدوم اینا ایران رو اداره نمی کنن. ایران رو دو مافیای، حالا اسمش هم شاید مافیا نذاریم، ولی دو گروه پشت پرده ایران رو اداره می کنن. یک گروه از این پشت پرده ای ها کسانی هستند که صاحب قدرتند، قدرت‌های سیاسی هستند، قدرت‌های حکومتی هستند، بیان که شما اونها رو ببینید و بشناسید. اینا عوامل پشت پرده هستند که در حقیقت هیچ وقت هم مورد اعتراض واقع نمیشن، هیچ وقت هم تو دعواها وارد نمیشن، اما قدرت در اختیار اونهاست. یه بخش دیگه هم هستند که اینا یک گروهی از سرمایه‌دارانی هستند که نه ریش دارن، نه پیرن 3 سانتی میپوشن، آمریکا میان، لاس وگاس میرن، ارزن به وضو همه کارم میکنن، کسی هم اینا رو نمیشناسه، کسی هم باهاشون کاری نداره. در حقیقت این همدلی و همیاری اون گروه اول و اون گروه دوم ایران رو داره اداره میکنه. گروه اول با قدرت سیاسی، گروه دوم با قدرت مالی. حالا اجازه بدید که اول بریم اینایی که قدرت مالی دارن رو ببینیم. چند نفرشون رو، البته تعداد خیلی زیاده، ولی چند نفرشون رو انتخاب کردیم و براتون مطرح میکنیم. کسایی که پشت پرده هستن، ثروت‌های میلیاردی دارن، در هر سرمایه گذاری اینها، ایمیل شما رو 12 رو باز کنید لطفا، در هر سرمایه گذاری اینها وجود دارن، نقش دارن، یا خودشون نقش دارن یا عواملشون نقش دارن. چرا؟ چون ببینید در اوائل انقلاب، یه بار دیگه این مطلب رو گفتم، در اوائل انقلاب یه سبکی باب شد. آدم های سرمایه دار برای اینی که اینا رو مثل که نادر درست کرده، بپرسید ازش، یه سبکی باب شد برای اینی که سرمایه داران خودشون جلوی صحنه نیان، میرفتن تو روستاها و اینا یه آدمی رو پیدا میکردن قد و قامتی داشته باشه، بتونه خوب حرف بزنه، اینو می آوردن تهران، می بردن براش چند از کوچروار می خریدن، یه ماشین و راننده در اختیارش می ذاشتن، یه دفتر حسابی براش درست می کردن، چند تا حساب جاری براش درست می کردن و از طریق این شروع می کردن به تجارت. 2 سال، 3 سال، 4 سال، 4 تا قرارداد، 5 تا فلان، یه دفعه به یارو می گفتن آقا یا گم و گور شو، یا حتی دم خود بابک زنجانی یکی از این آدم هاست. یعنی بابک زنجانی یه بچه ارزم به حضورت که به نظر من بسیار کم استعداد، اینو پیداش کردند و آوردن. آخه شما فکر بکنید یه آدمی بیاد بره وزارت نفت بگه آقا من 2 میلیارد میخوام نفت از شما بگیرم، میلیارد دلار بهش بدن، خب این یعنی چی؟ کسی آخه اینقدر معذرت میخوام در هم بر همه. به این لحاظ بسیاری از کسایی که شما روی صحنه میبینید اینا مثلا شهرام جزایری بنده خدا واقعا بچه بدی هم نیست، اما یکی از همین آدم هاست، یکی از آدم هاییست که البته حفظش هم کردن، کمان که بابک زنجانی هم حفظ میکنن، ولی خب یه عده هم هستن که اونا رو نمیشه حفظشون کرد، اونا از بین میرن. در حقیقت این شبکه قدرتمند میاد و با چهره‌های جدید، یه دفعه شما مثلا تو همین پرونده که من امروز براتون میخوام باز کنم، شما با چند تا اسم برخورد میکنید. یه آقایی که خوب گوش بدید، به نام آقای علی محمدی، یه آقای به نام علی محمدی، ایشون صاحب چندین کارخانه بزرگ در ایران، صاحب 1% از سهام بانک تجارته. اگر شما در تمام اینترنت جایی یه عکس از این پیدا کردین، کارخونجات مختلفی داره، فولاد، نمیدونم چه، ولی یه عکس ازش اینجا نیست. حالا بهتون میگم چه داستان بزرگی پشت این ماجرا هست، ولی اینا هیچ نشانی هیچ جا ندارن.
نکته مهم اینه دیگه، ما سرمون تو این ماجرای چهارشنبه به باد ندیم خیلی خوبه، که سرنخ هر دوتای این گروه ها به خارج از کشور وصل میشه. سیاسی ها یه جور، مالی ها یه جور دیگه، و اینا از خارج از کشور هستند که ساپورت میشن. حالا بعضی هاشو میتونم و میگم تو این برنامه، بعضی ها نمیتونم بگم، میترسم زورم نمیرسه. چی میگین آقا؟ خودم دارم اعتراف میکنم. تصویری که ملاحظه میفرمایید، آقای حسین ثابت بکتاشه، خیلی تاریکه بچه، اگه میتونیم روشنش کنیم. ایشون در 1313 در مشهد متولد شده. نگاه کنید قربون، ایشون نه ریش داره، نه اصلا سر شکل حزب اللهی داره، آمریکا میاد، اروپا میاد، پاسپورت های مختلفی داره، ویزاهای مختلفی داره. حالا کاراش ببینید چجوریه. ایشون اولا صاحب گروه هتل های ثابته و یکی از بزرگترین دلال های فرشه. این دلال فرش یادتون باشه تا براتون توضیح بدم، ایشون در جزایر قناری 5 تا هتل مجموعاً 5000 تخت، و در ایران یه هتلی بود که محمد رضا شاه می‌خواست بسازه و اینها، ایشون آمد که الان جلو همون هتل عکس گرفته به نام هتل داریوش، که یکی از بزرگترین هتل‌های، بگردید تو اینترنت شاید این هتل داریوش چیز داشته باشه. اما ایشون غیر از هتل داریوش در جزیره کیش 4 تا هتل دیگه هم تو همون جزیره داره. یه شرکت تجارت بین المللی هم به نام ثابت داره. در همون کیش یه پارک داره به نام پارک دلفین، بیش از 65 هکتار مساحته. ایشون یک هتل 7 ستاره هم مشغول ساختنشه. بله اینم هتل داریوش کیشه، به عنوان نخستین هتل سبز ایران که 500 تا اتاق داره. حسین ثابت چند هتل در جزایر قناری اسپانیا تأسیس کرده و در حال حاضر بزرگترین شرکت هتلداری اسپانیا متعلق به ایشونه. خودش هم در یکی از دو جزیره اختصاصی خودش در اسپانیا زندگی میکنه. یعنی صاحب هتل داریوش کیش، صاحب این مجموعه که میبینید، صاحب اون پارک دلفین، صاحب چی تو محل زندگیش اسپانیاست. ایشون نمیدونم حالا این معامله انجام شد یا نشد، آمد هتل لاله، هتل اینترکانتیننتال فکر میکنن بوده، هتل لاله تهران به 1200 میلیارد تومان از طریق بخش واگذاری به بخش خصوصی که حالا داستان کل ما راجب اونه بخره. نفر بعدی قول فولاد، آقای محمد جابریان، مدیر عامل مجتمع فولاد آریان سهند، خریدار بلوک فولاد خوزستان. نکته جالب و مشترک همه اینها یه چیزیه، هیچ کدوم اینا نیومدن یه چیزی رو تأسیس بکنن و پولدار بشن، مثل مرحوم یزدانی، حجبر یزدانی، مثل خیامی ها. اینا ثروتمندان ایران عمدتاً کسانی هستند که کارخانجات دولتی رو از طریق واگذاری بخش خصوصی، که من امروز یکی پرونده هاشو باز میکنم براتون، صاحب شدن. یعنی یه آدمی بوده رفته مثلا کارخونه فولادو بهش فروختن،
چجوری فروختن، یکی از نمونه‌هاش امروز بهتون میگم. ایشون یکی از همون آدم‌هاست، محمد جابریان، مدیر عامل مجتمع فولاد آریان سن، که بله ایشون حتی افزایش 87% قیمت ارزه نسبت به قیمت پایه ایشون رو از پا در نیاورد و سرانجام با اضافه کردن 1 ریال سهامدار عمده فولاد خوزستان شد. ایشون 6 تا برادر داره و ارزش سهامی که تنها در همین یه معامله انجام داده 1360 میلیارد تومانه، 1360 میلیارد تومان. در حال حاضر یک کارخونه فولاد داره، در بازار آهن تهران یکی از سرشناس‌ترین هاست. یک نفر جدی یا شوخی گفته بود حاضر از سرقفلی موبایل ایشون رو 100 میلیون تومان بخره. خب نفر بعدی قور بازار پول، محمد صدر هاشمی نژاد. شنیدین اصلا؟ همچی اسم شنیدین؟ ایشون اولین بانک خصوصی رو تونست اجرا تأسیس بکنه. خیلی جالبه، وقتی انقلاب شد آمدن و گفتن که بانک‌های خصوصی همه به این باید بره، اما به این یه آدم اجازه دادن بانک خصوصی تأسیس بکنه و شد رئیس هیئت مدیره بانک اقتصاد نوین، مدیر عامل شرکت توانمند ساختمانی استراتوس. هیچ کس هم نمیدونه ایشون چقدر ثروت داره، اما محمد صدر هاشمی در یکی از نشست‌های هیئت نمایندگان اتاق تهران، زمانی که فرهاد فوزونی یکی از اعضای هیئت نمایندگان این اتاق با حرارت به انتشار نامش در فهرست 30 میلیاردر اعتراض می‌کرد، اعضای هیئت نمایندگان را خطاب قرار داد و گفت بیش از این گزارش مواظب جریانی باشید که در ایران ریشه دارد و مدام چنگ می‌زند، ربطی هم به این دولت و دولت‌های قبل ندارد. نفر بعدی رو بذارید کنار، بریم به سراغ قول تکنولوژی. پاساژ علایالدین رو تو ایران همتون میشناسید و یادتونه که چه درگیری های شد با شهرداری و فلان، بالاخره علایالدین موفق شد و محاله که یک کسی تو ایران یه موبایل داشته باشه و اسم علایالدین رو نشنیده باشد. صاحب پاساژ علایالدین مردی است به نام علایالدین، اما هیچ عکسی از این مرد هیچ جایی وجود نداره. همون پاساژ سرخ‌رنگ حافظ جمهوری که در کنار سازمان بورس، سرمایه‌اش معلوم نیست. ایشون همیشه توی اتاق کوچک میشینه که طبقه همکف پاساژ. تو مغازم هیچ چیزی نیست، مغازم رنگ رو رفته است، اما از پله‌های آهنی باریک انتهای مغازه که بالا برید، حاجی بزرگ بازار موبایل جمهوری اونجا نشسته. سرمایه‌دار بازار موبایل در دفتری با سقفی کوتاه، عرضی کم و طولی حدود 2 تا 2.5 متر میشینه. نفر بعدی آدمی که بی‌محابا در ورزش خرج میکنه، آدمی که معلوم نیست بدهکار یا ثروتمنده، آدمی که صلاحیتش برای خریدن تیم پرسپولیس رد شد، حسین هدایتی، 45 ساله، متولد دولاب، مالک صنایع استیلازین. استیلازین از کجا خریدی آقای هدایتی؟ از واگذاری بخش خصوصی وزارت صنعت. مالک کارخانه های فولادسازی و ورق. آقای هدایتی این کارخانه از کجا خریدی؟ از خصوصی سازی. دارنده بزرگترین شرکت پرورش میگوی ایران، از کجا خریدی؟ از خصوصی سازی. بردساز در دبی. جالبه اینا میان یه فعل و انفعالاتی در داخل ایران انجام میدن، ثروتی رو به دست میارن، ثروت رو بلا فاصله منتقل میکنن خارج از کشور. دارای ملک و املاک در حاشیه خلیج فارس، مالک زمین‌های کشاورزی، سهامدار بازار مبل ایران، رئیس شرکت‌های تجاری در ایران و خاورمیانه، چندین و چند فعالیت تجاری دیگر. خب ما هر هفته چند تا از این شخصیت‌های بسیار وطن دوست رو به شما معرفی می‌کنیم. اینا بخش مالیش بودن. حالا بریم ببینیم اینا از کجا حمایت میشن. آیا روحانی داره حمایت میکنه؟ آیا وزیر صنعت حمایت میکنه؟
چون بدون حمایت اونا نمیشه. چون بزرگترین اتفاقی که باعث ثروتمند شدن یک طبقه در ایران شده، که بهتون بگم دشمن من جمهوری اسلامی نیست، سپاه پاسداران نیست، وزارت اطلاعات نیست، دشمن من این گروه هم پولم خرج میکنن. این گروهی که در حقیقت، حالا من میگم جمهوری اسلامی نیست، اما موتور جمهوری اسلامیه، شما بدونین که بشناسیدشون. آقای محمد محمدی گلپایگانی، من خوی خاطرم ازش دارم، آقای محمد محمدی گلپایگانی، ایشون قبلا هم در دفتر آقای خمینی بود، بعد آمد و در دفتر اینا باشه، برای بعدن برید سراغ ایمیل 13 لطفا. آقای محمد محمدی گلپایگانی اول در دفتر آقای خمینی بود، بعد آمد در دفتر آقای خامنه ای. ایشون سرشناسترین، یعنی شاید بالاترین مقام دفتر آقای خامنه ای است، رئیس دفترش محسوب میشه. در و جالبه همه این اسامی که من براتون امروز میگم، اینا به یه طریقی یه زمانی توی وزارت اطلاعات کار کردن، در مراسم مختلف هم به نمایندگی از آقای خامنه‌ای شرکت میکنه. آقای گلپایگانی همزمان با تأسیس وزارت اطلاعات معاون این وزارتخونه بود. پسر ایشون، پسر آقای محمدی گلپایگانی، با دختر آقای خامنه‌ای ازدواج کرده. آقای محمدی گلپایگانی همین که کنار آقای خامنه‌ای میبینید، معمولا ایشون هیچ کاری رو نه با نامه و نه با تلفن رجوع نمی کنه به کسی، بلکه آدم ها رو احضار می کنه. فلان نماینده مجلس، فلان وزیر، فلان وکیل احضار می کنه، به گونه پیام هایی هم که به اونها میده، مثلا میگه آقا شما زیاد صلاح نیست در این موضوع، مثلا به نماینده مجلس زیاد پیگیر بشید. اینو طوری حرف میزنه که طرف نمیدونه آیا این پیغام از طرف رهبر معظمه یا از طرف خودشه، اما کافی است که یه همچین کاری بکنه. یعنی آقای قدرت آقای محمدی گیلانی به مراتب بیش از آقای اسدالله علم در وزارت دربار. نفر بعدی وحید حقانیان، تصویری که در سمت چپ آقای خامنه‌ای می‌بینید، ایشون در اوائل انقلاب جزو کارکنان حزب جمهوری اسلامی بود و تو سالهای اخیر به خصوص بعد از سال 88 نقش فعالی پیدا کرده، به طوری که بهش میگن که ایشون معاون اول، معاون اجرایی آقای خامنه ایست. بله، حضور حقانیان از سال 88 در مراسم مهم حکومتی پررنگ تر شد. این به عنوان یه نمونه بهتون بگم، این حصر آقای موسوی و کروبی دست اینه، روحانی و دیگران ولش کنید، مسئولیت و کسی که معتقده باید آقای مهندس موسوی و آقای کروبی در حبس باشن، در حصر باشن، همین آقای حقانی است. خب نفر بعدی، یکی از پرقدرت ترین شخصیت های سیاسی ایرانه که شما شاید باورتون نشه که این آدم چقدر قدرت داره، هیچ کجام حرفش نیست، اسمش نیست، تصویر رو ملاحظه بکنید، در کنار آقای صالحی و در کنار آقای ابراهیم یزدی، آقای اصغر میرحجازی. ایشون سالها در دفتر آقای خامنه‌ای بود، بعد که وزارت اطلاعات درست شد، گفتم همه اینا سرنخشون به وزارت اطلاعات میرسه، رفت شد معاون امور خارجی وزارت اطلاعات. بسیاری از کارهایی که علیه ماهواره ها فعالیت های سیاسی در خارج از کشور انجام میشه از طریق این آقای روحانی است که ملاحظه میفهمید، آقای اصغر میرحجازی. ایشون در معرفی دلال های
که میخواستن تحریم ها رو دور بزنن، ایشون یک نقش پررنگی داشت. بعد از این که آقای خامنه ای شدن رهبر، ایشون شد مدیر امنیتی سیاسی دفتر آقای خامنه ای و یه اختلافی هم با آقای حقانیان پیدا کرد که حالا بعد راجبش صحبت میکنه. محسن قمی نفر بعدیه. ببین شما این اسمارو شاید اولین بار میشنوید بعضیاشو. آقای محسن قمی مسئولیت معاونت ارتباطات بین الملل دفتر رهبر جمهوری اسلامی رو بر عهده داره. ایشون در حقیقت بیشتر در بخش حمایت از حزب الله و سوریه و واسطه ایست بین سپاه پاسداران، دفتر رهبری و این جریانات جنبشایی که توی خاورمیانه هست. ایشون عضو مجلس خبرگان، شورای عالی انقلاب فرهنگی، هیئت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی. 56 سال بیشتر نداره. 3 برادرش هم در جنگ ایران و عراق کشته شدن. مادرش هم در جریان تظاهرات زائران ایرانی در عربستان در 1366 کشته شد. حالا اینا یه بخش بودن. حالا برید توی بخش سپاه. در بخش سپاه شما مثلا سپاه، شما عنوان سپاه قدس زیاد به گوشتون رسیده، اما مثلا بنیاد تعاون، بنیاد تعاون سپاه رو نشنیدید راجبش. بنیاد تعاون سپاه از زمانی که آقای غمخوار، اکبر غمخوار رئیسش بود تا امروز، بزرگترین جریان اقتصادی ایران بعد از انقلاب، یعنی بنیاد مستضعفان و بنیاد شهید و دولت و اینا رو همه رو بلش کنید. سردار سرتیب پاسدار احمد وحید دستجردی، تو این عکسی که میبینید نفر دوم بعد از این آقایی که ایستاده، نفر دومی آقای دستجردیه. ایشون در حقیقت بسیار هم نزدیک به رهبر ایران، مدیر عامل بنیاد سپاه. دستجردی در سال 88 به عنوان جانشین وزیر وقت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح منصوب شد. یعنی در یعنی اینا در حقیقت گارد جاویدان آقای خامنه ای هم محسوب میشن. خواهرش هم خانم مرضیه وحید دستجردی وزیر بود، یه مدتی وزیر بهداشت بود. نفر بعدی، حالا این بنیاد تعاونی که بهتون صحبت کردم، اینا تو اکثر قریب اتفاق مناقصه ها و مزایده ها و معاملات بزرگ ایران دست دارن بدون اینکه به کسی پاسخ بدن، یعنی مجلس هیچ نظارتی رو اونو نداره. اما یکی از مراکز بزرگ فساد، دیدید اخیراً تو این تلویزیون‌ها و رادیوهای ایرانی خارج از کشور هم میگن که آقا اگر خانه دارید در ایران ما آزاد میکنیم، اگر ملک دارید آزاد میکنیم، فلان میکنیم. شنیدید دیگه، یا آگهی‌های هست. برمیگرده به این آقا محمد مخبر، رئیس ستاد اجرایی فرمان امام، که ستاد اجرایی فرمان امام خودش هنوز نمیدونه که چقدر داره، یعنی هنوز دارن اموالش رو شناسایی میکنن. کسانی که مثلا تیمسار بوده، سرتیب بوده، وزیر بوده، وکیل بوده، سرمایه‌دار بوده، از ایران فرار کردن، این اموال همینجور بی‌صاحب مونده. حالا بعضی خیلی ها شناسایی کردن، خیلی ها هنوز شناسایی نکردن. در این ستاد فرمان امام، اجرایی فرمان امام، خیلی جالبه، این ستاد میتونه اموال مصادره شده رو بگیره و پس بده به صاحباش و شریکی این کارو میکنه. یعنی به شما میگه شما یه زمین داری اینجا مثلا 15 میلیارد میارزه، 7 میلیارد مال من، 7 میلیارد مال تو. میره و واقعا میکنه ها، زمینو میگیره، 7 میلیارد هم از شما میگه. اما یه ته داره. تهش چیه؟
عاقبت این آدمایی که میرن زمین و ملکاشون رو پس میگیرن معلوم نیست. من دارم حالا تحقیق میکنم، چون بسیار اینا به صورت مرگای خیلی عجیب و غریبی کشته میشن، میمیرن. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز در سال 2013 ارزش دارایی های ستاد اجرایی فرمان امام بالغ بر 95 میلیارد دلار بوده. 95 میلیارد دلار. عکسو بذارید یه بار دیگه. 95، میدونید 95 میلیارد دلار مثلا سرمایه یکی از کمپانی‌های بزرگ مثلا تکنولوژی تو خارج از کشوره. نفر بعدی احمد مروی به عنوان معاون ارتباطات حوزوی دفتر آیت الله خامنه ای. کنترل روحانیت و اینکه کی کجا باید قرار داشته باشه، کی باید از صحنه خارج بشه با ایشونه. ضمناً ایشون در حقیقت یک کنترل کننده مراجع تقلید هم هستند. نفر بعدی علی مقدم معاون ارتباطات مردمی دفتر رهبر جمهوری اسلامی ایران. ایشون از سالهای خیلی دور، از زمانی که آقای خامنه ای رئیس جمهور بود، با آقای اون آقایی است که صاحب عزاست اون پشته، بله، در سال 1392 برای اولین بار این چهره رونمایی شد، چون ختم پدرش بود و دیدن که خیلی از شخصیت‌های بزرگ اومدن اونجا و در همین دولت 11 هم ایشون بسیار بسیار صاحب نفوذه. از سردمداران دیگر حکومت، یعنی کسایی که شما نمیشناسید اما پشت تمام قراردادها، پشت مزایده ها، پشت اینا هستن، باید از آقای محمد مهدی شبزنددار جهرومی اسپورت. نفر بعدی یقین دارم تا حالا اسمش هم حتی نشنیدید، متولد 1332 داراب، یکی از 6 فقیه عضو شورای نگهبان. ایشون شاگرد آقای محمد مؤمن در حوزه علمیه بوده و در حقیقت ایشون در شورای نگهبان رأی ایشون است که چه کسی صلاحیت دارد یا ندارد ایشون تعیین میکنه. اما در صلاحیت میلیاردها دلار در هر انتخاباتی جابجا می شود و این رو نمی شود انکار کرد. خب اجازه بدید که برای اینکه بریم به بخش دوم برنامه، پس ما گفتیم فساد و فعل و انفعالات رو گفتیم، عرضم به حضورتون چهره های پشت سیاسی پشت این فعل و انفعالات رو گفتیم. بخشی از هر هفته سعی میکنم چند تا از این شخصیت های مالی و سیاسی رو براتون معرفی بکنم. باورتون میشه این شهر رو نشسته تبلت دست سکه میفروشه؟ شما باورتون میشه که در اثر یک قرارداد، در حالی که همه هم خبر دارن ازش، نماینده های مجلس، دولت، همه خبر دارن، یه شبه میلیاردر میشی؟ باورتون میشه که میشه؟ به شرط اینی که از یک سو متصل به این دو جریان باشید، از یک سو کسانی در خارج از کشور شما رو حمایت بکنن. دوستان عزیز خواهش میکنم اینستاگرام رو یادداشت بفرمایید، شهرام در همایون، و فیسبوک رو برید نظراتتون رو اگه مطلبی هم تو همین رابطه دارید الان اونجا بگذارید، بنده برمیگردم و پرونده این هفته رو با هم
مرور میکنین. یه برنامه ای رو من شروع کرده بودم شبانه، متاسفانه ادامهش نتونستیم بدیم، حالا شاید دوباره را بیفته. در این برنامه هفته یه دفعه، مثلا یه دفعه شدم راجع به پیکان و خیامی و اینها، من خودم یه موقعی رفتم ایران ناسیونال، به من گفتن که کارگرای اونجا به من میگفتن ما یادمونه که این آقای خیامی خودش اومده بود اینجا، نشسته بود پشت بولدوزر و زمینا رو صاف میکرد برای ایجاد کارخونه. ثروتمندان زمان شاه همشون اینجوری بالا، یعنی اکثر قریب به اتفاقشون، حالا نمیتونم بگم همه، ولی همه اینجوری بالا آمدن. مثلا من یادمه داریوش همایون روزنامه آیندگان که میخواست را بندازه، یادمه با چه مصیبتی واقعا تا مدت ها مثلا آگهی یخچال چاپ میکردن، بعد به جای پول یخچال از یارو میگرفتن به کارمندی آیندگان یخچال میدادن مثلا، تا آیندگان آیندگان شد. یا مرحوم مسعودی یا دیگران، با چه زحمتی اینا میامدن بالا. در جمهوری اسلامی شما کمتر سرمایه‌داری رو سراغ دارید. مثلا خب توی سرمایه‌دارای بزرگ جمهوری اسلامی امروز یا آقایی هم هست به نام آقای شاهرخ ظهیری که الان فکر کنم باید دوربر 80 سالش باشه، ایشون خب نه، از زمان شاه کارخونه یک و یک رو داشت و حالا هم یه چیزایی همون حدوده، یعنی چیز گنده تر از اون نشده. اما عمده ترین سرمایه‌داران ایران، بانکداران ایران در این روزها از یه طریق پولدار شدن. پولای هنگفت که در میون اینا روحانی هست، غیر روحانی هم هست. اینا اکثرا آمدن بعد از اینکه یک قانونی تصویب شد برای واگذاری صنایع به بخش خصوصی، اینا آمدن با ترفندهای مختلف و با زد و بندهای مختلف رفتن و یه تیکه از گوشت ملت رو بلعیدن. چجوری؟ حالا بهتون میگم. یعنی اگر تمام پرونده های واگذاری رو از روز اول تا امروز بیارید، متوجه یه نکته میشید. خریدار پولی بابت خرید میلیاردی خودش نپرداخته. یه فرمول خیلی کلی هم داره. اینا اول قبل از واگذاری شرایطی فراهم میکنن، مثلا اون کارخونه یا اون صنعت روی کاغذ ورشکستگی نشون بده. یه صنعت ورشکست است، بدهکاره، در حالی که واقعا اینجوری نیست. شما نگاه کنید الان در ایران اکثر تولیدات مصرف کننده پشت صف وایساده، ولی اینا یه برنامه اجرا میکنن. میگم هم حالا چجور برنامه رو برنامه اجرا میکنن، این صنعت ورشکسته عنوان بشه. خب هیئت واگذاری میاد میگه این، مثال عرض میکنم، میگه این کارخونه 10 میلیارد تومان میارزه. البته 10 میلیارد رقمی نیست، من مثال دارم میگم 10 میلیارد میارزه. مثلا 6 میلیارد بدهی داره. خب پس شما که اومدی اینجا رو بخری، یه جایی رو داری میخری که 6 میلیارد بدهی داره، این بدهی رو واگذار میکنن به شما. یعنی چی؟ یعنی دولت به این آدم 6 میلیارد وام میده دیگه، چون بدهی رو بهش داده. یه آدمی باید یه شرایطی داشته باشه که بتونه بدهی 6 میلیاردی داشته باشه. گروه این چی رو میگیرن؟ همون کارخونه رو. یعنی طرف چیزی از خودش نمیاره بده، میگن خیلی خوب این کارخونه که 10 میلیارد میارزه 6 میلیارد بدهی داره، شما 6 میلیارد رو قبول میکنی؟ بله قبول میکنم. میمونه چقدر؟ میمونه 4 میلیارد. این 4 میلیارد رو میان میگن آقا 10% رو بده، بقیهش رو مثلا در 10 سال، 15 سال، 7 سال بده. 10% که این میده میشه 400 میلیون.
میگن ما یک فرجه 20 روزه کاری به شما میدیم، کارخونه تحویلش میدن. شهر مهمی رفته به زر سرای آسام علیکم، احوال شما، حال شما چطور، آجه آسام علیکم فلان اینا، ما اومدیم فلان کارخونه رو بخریم. بله خب کاغذ ها انجام میشه، 6 میلیارد بدهی رو قبول داری؟ بله آقا 6 میلیارد بدهی. من اگه بخوام بدم این 6 میلیارد بدهی رو از بانک بگیرم، بعد بهره 28% بپردازم. اینجا 6 میلیارد مال رو گرفتم، پول نگرفتم ولی مال رو گرفتم، قسمندی هم کردم بدون بهره، صاحب 6 میلیارد صنعت شدم که بدهکاره، ولی بهره بابتش نمیپردازم. خب 4 میلیارد باید بدی، از این 4 میلیارد 10% رو باید نقد بدی. اما ما این کارخونه رو الان به تو واگذار میکنیم، این کلیدش، برو توش 20 روز وقت داری 10% رو بدی، بقیهش هم در اقساط 7 تا 10 ساله. پس طرف وارد صنایع میشه با دست خالی، کلید کارخونه رو میگیره میاد، تعهد داره یک 20 روز دیگه باید 400 میلیون بده، 7 سال باید 3 میلیارد و 600 میلیون بده، یه بدهی 6 میلیاردی هم داره که اونم اقساط طولانی داره. اولین کاری که میکنه میاد چیه؟ اولین کاری که میکنه میاد از موجودی همون کارخونه به مبلغ 500 میلیون میفروشه، 400 میلیونش میده به دولت، 100 میلیونش میذاره جیب، کارخونه شروع به کار میکنه، از محل درآمد کارخونه قسطای کارخونه رو میده. به همین سادگی باورتون میشه که اینقدر شما راحت میتونید تو ایران پولدار بشین، و خیلی میبینید پشت تاکسی میشینین دنده عوض میکنین. اما باید یکی از اون عوامل سیاسی قدرت و یکی از این سرمایه‌داران قدرت پشت سرتون باشن، وگرنه شما اصلا راه نمیدن تو اتاق واگذاری. در سال 93 یکی از بزرگترین خیانت‌هایی که دولت آقای روحانی مرتکب شد این مصوبه بود که آمد گفت تا اسفند 93 هر چی واگذاریه باید واگذار کنید. خدا میدونه چه شد، چه شلم شوربایی شد، چه اتفاقاتی افتاد، تون تون واگذار کردن. پدر بیامرز آپارتمان متری 17 میلیون رو نمیدونم فلان، از ارث پدری درست میشه؟ مگه ممکنه همچین چیزی؟ خب این قانون تصویب میشه. یکی از این پرونده ها پرونده واگذاری یک کارخانه آلومینیوم در بندر عباس بوده که یه تر هم کنارشه. این کارخونه آلومینیوم رو میان یه آگهی میکنن، ایمیل شماره 1، میان یک آگهی میکنن برای فروشش، مزایده میذارن. بر اساس قانون باید مزایده گذاشته بشه، هیئت واگذاری میاد اعلام میکنه تو روزنامه ها که آقا ما میخوایم این کارخونه رو به مزایده بذاریم، هر کی بیشترین رقمو بده در فلان تاریخ میایم پاکت ها رو باز میکنیم. به به، قانونی باریکلا. این اولین آگهی عرضه عمومی و سهام دارایی مربوط به کارخانه آلومینیوم، آلومینیوم المهدی، که طرح هرمز آل هم که من نفهمیدم این آل این برای چیه، کنار اینه. در این آگهی واگذاری هیئت واگذاری آمده اعلام میکنه که آقا ما دو تا کارخونه داریم، یک کارخونه داریم مجتمع آلومینیوم المهدی، روش واگذاری خودشون اون گوشه نوشتن، روش واگذاری مزایده، تعداد و انواع سهم قابل عرضه 77.22. یه دقیقه بیا تو، خواهش می‌کنم دفتر و کاغذ اگه دم دستتون هست یادداشت کنید.
77.2% سهامون فروخته. چرا؟ چون حدود 28% سهام مال یه آدمی است که حالا شما نمیشناسید کیه، بعدم بهتون میگم. 28% این سهام رو کار ندارن، 77% سهامش رو به مزایده میگذارن. سرمایه، ارزم به حضورتون، ارزش سهام فلان چی میگن، میگن کسی که میخواد بیاد اینو شرکت کنه 87 میلیارد باید سپرده بسپره، چه این آگهی منتشر میشه. بعد از این که این آگهی منتشر میشه، قرارم بر این بوده که بله در خرداد ماه 93 با انتشار آگهی عرضه از قصد خود برای واگذاری بلوک 72% سهام مجتمع آلومینیوم المهدی و 100% سهام طرح هرمزآل خبر میده. بعد میگه با شرایط 15% پیش پرداخت نقدی و مدت اقساط 7 ساله. بله آقای پهلوان میگن که این مسئله خصوصی در دوره آقای خاتمی اتفاق افتاد که هر چوب حرای زدن به سرمایه های ملی و حرف کاملا درستی. خب پس آمدن اعلام کردن که ما میخوایم مجموعاً این دوتا کارخونه و طرح رو 1,655,795,000,000 بفروشیم. خود هیئت واگذاری میاد تو روزنامه اعلام میکنه، اولا از طریق مزایده، دوما به مبلغ 1,655,795,000,000 ما میخوایم اینو بفروشیم. اما کسی مراجعه نمی کنه، اتفاقی نمی افته فلان، معلوم میشه که میان میگن که آقا این کارخونه یه بدهی هم داره، یه بدهی 700 میلیاردی داره، این بدهی رو ما کنارش میذاریم، کارخونه رو میفروشیم 800 میلیارد. چون 700 یادتونه چی گفتم که کسی که میاد کارخونه رو میخره 700 میلیارد بدهی رو قبول بکنه. آخه شما فکر بکن، یه آدمی آمده این کارخونه رو بخره، شما داری 700 میلیارد بهش وام میدی، 800 میلیارد بپردازه و کارخونه رو تحویل بگیره به اضافه این بدهی. دقیقاً رقمش اینه، 884,296,000,000. آگهی دوم منتشر میشه، آگهی دوم که منتشر میشه با در حقیقت قیمت نصف شده، حالا بقیهش تعهده. میان در اوایل اسفند 93، چون اسفند آخرین فرصت بوده، در هفته سومش پاکت ها رو باز میکنن و اعلام میکنن که شرکت فرو آلیاژ گنو به مالکیت محمد علی محمدی به عنوان برنده مزایده واگذاری شرکت آلومینیوم اعلام میشه. یه آقایی به نام محمد علی محمدی. حالا این آقای محمد علی محمدی شما هیچ نشونی ازش اینجا پیدا نمی کنید. اگه کسی تونست یه عکس برام بفرسته ازش. اما کنکاش بنده و همکارانم و دوستانم به این نتیجه میسه که ای این آقا 1% از بانک تجارت رو هم داره و بانک تجارت یکی از همون کساییست که اون تون 700 میلیارد شریکه. اما یه نشونی از این آدم پیدا میکنیم، کجا؟ شماره 6 در دبی. اونم نه دفتر حساب و کتابی، شدی تجارت العامه زی ام ام دبی صندوق البرید
50-14. یه شماره تلفن هم پیدا میکنیم که این شماره تلفن هیچ وقت جواب نمیده. پس آقای مهدی علی محمدی میاد کارخونه 1655 میلیاردی رو برنده میشه به مبلغ 844 میلیارد تومان. ماجرا درس پیدا میکنه، ماجرا درس پیدا میکنه و اوضاع بیریخ میشه. چند تا نماینده مجلس میفهمن، نمیدونم تو قوه قضاییه ده میفهمن، اینا میفهمن، در حالی که همون هیئت پشتیبانی همواره سعی میکرده این رو پنهان نگه داره. میان و مزایده رو باطل اعلام میکنن، مزایده که انجام شده بوده چون سرسره در اومده باطل اعلام میکنن. این بار در اثر فشاری که نمایندگان مجلس، تصویر ایراد داره مثل این که من ندارم تصویر اینجا، در اثری که فشاری که نمایندگان مجلس ایجاد میکنن، میان این آقا رو صدا میکنن، میگن که آقا شما این دستگاه، این کارخونه که دارید میخرید اختلاف داریم، 346 میلیارد باید بیشتر بپردازی. این دیگه حالا مزایدم به هم خورده، رفته خارج از مزایده، از اینجا اصلا معامله غیرقانونی شده دیگه. یعنی چون بحث مذاکره پیش آمده، ایشون میاد میگه خیلی خوب باش، ولی یه شرطی داره. ایشون شرطی تعیین میکنه. شرط چیه؟ شرط این است که اولا اقساط من رو طولانی تر کنید و بتونم با یک زمان بیشتری بتونم وقت داشته باشم و این پول رو به شما بپردازم. مضافاً به این که اینجا یک تروک خاص به کار میبره و میگوید اگر شکایتی علیم شد من دیگه جوابگو نیستم، دولت جوابگوه. حالا چرا این اتفاق میفته؟ چراش رو هم عرض میکنم. پس این آقا در حدود هفته پیش رفته وزارت، عرضم به حضورتون، صنایع مرکز خصوصی سازی، قبول کرده 700 میلیارد و قرار شده 800 میلیارد هم بپردازه. اما قرار میذارم به جای این 800 میلیارد ایشون بین 15 تا 20 درصد رو ظرف 20 روز کاری بده، به مثلا 160 میلیارد، بقیهش رو به اقساط بده. پس رفته توی اونجا یه ورقه امضا کرده، 700 میلیارد بدهی رو قبول کرده، 800 میلیارد قراره بده، هیچی نمیده، بهش میگن 20 روز وقت داری 140 میلیارد بدی. اما این کارخانه جز کارخانه مهم مملکت هم بوده، دو تا اشکال داشته. یه اشکال اینه که برق اون منطقه کافی نبوده که این بتونه به صورت 24 ساعته تولید بکنه، و این در حالی است که بلافاصله بعد از انجام این معامله اداره برق رفته اونجا داره یه نیروگاه درست میکنه. خب این یکی. دوم، کارگران شریف کارخانه برای بنده ایمیلی میزنن که من بعدن که این ایمیل رو میرم پیگیری میکنم میبینم حرف درستیه. حرف چیه؟ حرف اینه آقایون قبل از این بازی ها، یعنی همین آقای علی محمدی قبل از این بازی ها آمده با مدیرعامل وقت کارخونه زد و بند کرده. خب مدیرعامل وقت کارخونه تولیدات کارخونه رو همه شو به بازار نداده
بخشیش رو در انبارها نگه داشته. الان که من دارم همین الان با شما صحبت میکنم، البته نمیدونم امروز مثلا چه اتفاق افتاده باشه، 80,000 تن آلومینیوم آماده فروش در انبارهای این کارخونه بوده به مبلغ 430 میلیارد تومان. یعنی غیر از زمین و فلان و فلان اصلا موجودی داشته کارخونه. و آقای علی محمدی بلا فاصله این 80,000 تن رو میده تو بازار و 430 میلیارد میگیره، که از این 430 میلیارد 140 میلیارد میده به دولت ظرف 20 روز، بقیهش هم به اقساط. حالا بقیهش رو به اقساط یعنی یک کارخونه برقم آمده، یعنی تولید کارخونه بالا رفته، نه تنها اقساطو میتونه بده، خیلی هم درآمدی. حالا من زیاد وارد جزئیات مسئله هم نشدم، بلکه خیلی جزئیات فنی داره، اگه بخوام اونا رو بگم از حوصله شما خارج میشه. پس آقای ناشناسی به نام مهدی علی محمدی، ایشون با دست خالی رفته تو وزارت صنایع، آمده بیرون صاحب یک کارخونه میلیاردی شده. اما یه نکته دیگه این وسط وجود داره که اینا قیمت گذارای یه بخش خصوصی مرکز واگذاری تفلی اصلا اشتباه کرده، ازشون در رفته. شما قیمت این کارخونه رو باید ابتدا بر اساس قیمت نوع مشابهش که الان در ایران وجود داره و متعلق به بخش خصوصیه بسنجید، که اگر اونجوری بسنجید با توجه به اینکه این کارخونه المهدی تمامش صنعتش بر اساس صنعت اروپا پای ریزی شده و اون کارخونه مشابه بر اساس صنعت چین که اصلا زمین تا آسمون با هم فرق میکنن، قیمت اون کارخونه 2400 میلیارد تومانه. یعنی قیمت واقعی این کارخونه نزدیک 3000 میلیارد تومانه که آقا تحویل گرفته 700 میلیارد بدهی، 140 میلیارد بده، بقیه را هم به اقساط. حالا همه ماجرا نیست، اصلا داستانش قضیهش خیلی، بهتون اول برنامه گفتم، اول پرونده گفتم چی؟ گفتم 77.2% سهام مال کیا بوده، این سهام شرکت مال کیا بوده. خیلی جالبه بگم، یه جدولی هست توی یکی از این پرونده ها، متاسفانه من اینجا ندارم، یکی از اون شماره 11 رو باز کنیم ببینید تهش یک جدوله، مثل این که آخرش یک جدوله، بله آخرش باید یک جدولی باشه که ببینید این 77% مال مثلا تاونی فرهنگیانه بیچاره بوده. بله بله اینو بذارید رو صفحه لطفا. سازمان توسعه و نوسازی معدن و صنایع سنتی ایران، این سهام مال اینا بوده. شرکت اینترنشنال، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح، شرکت یلدا، صندوق ذخیره فرهنگیان، شرکت اکسپورت، شرکت چین، سایر سهامداران. این مال این بنده‌های خدا بوده. مرکز خصوصی سازی به نمایندگی اینا. خب اول پرونده یه نکته رو تأکید کردم بهش، گفتم 77.2% سهام تو این معامله انجام شده، پس 28% دیگه کجاست؟ اون مالکیه؟ اون اگر موافق این توافق نباشه که میتونه شکایت کنه، تقاضای غرامت بکنه. این عکس رو میشناسید؟ نگاه کنید، ایشون آقایی است به نام محمد مهدی تاجر. میخواد بشناسید کیه؟ تاجر اماراتی مستقر در انگلستان، بیشتر وقت خودش رو در خانهش در لندن که 18000 هکتار یا 73 کیلومتر مربعه اونجا زندگی میکنه. ایشون دارای منافع در امور مالی و اموال و صاحب شرکت آب کوهستانی بهاره.
محمد مهدی و تاجر صاحب 28% از سهام کارخانه آلومینیوم المهدی، ایشون یکی از بزرگترین ثروتمندترین مردان اسکاتلند با ثروت 1,772,000,000 یورو. ساندی تایمز در سال 2010 ایشون رو به عنوان ثروتمندترین آدم اعلام کرد. در بحرین به دنیا آمده، در لنکشایر تحصیل کرده، 5 فرزند داره. یکی از فرزندانش در همین خونه به جرم حمله به دوست دخترش دستگیر میشه. 15,000 جریب املاک و در بلکوود در اسکاتلند داره که متعلق به کمپانیشه. همچنین دارای هتل شرایتون برج پارک لندن که در نزدیکی هایت پارکه و برای این هتل در 1976 1,200,000,000 پول داده. در 1980 اقدام به میانجیگری صلح در جنگ داخلی لبنان میکنه. ایشون مجموعه گسترده ای از مصنوعات نقره و تابلو فرش های ایرانی، یادتونه گفتم دلال فرش اونجا داره. در سال 1993 قیمت رکورد زد، قیمت خرید یک مجموعه نقره رو برای 2,270,000 یورو که در کریستی ساخته شده بود موناکو. ایشون یکی از مشاورین مورد اعتماد شیخ راشده و اولین سفیر امارات متحده عربی به انگلستان شده بود. و جالبه که ایشون در سال چند سال قبل در یک کارخانه آلومینیوم دبی به جرم کلاهبرداری از در یک معامله 280,000,000 یورو به دست میاره، اما بعداً در دادگاه شناخته میشه و محکوم میشه. ایشون صاحب 28% سهام کارخانه آلومینیوم المهدی. اما معامله ای که انجام شد توسط خصوصی سازی و 77% سهامو دادن، چرا آقای مهدی علی محمدی آمد و قبول کرد 340,000,000 دلار رو اضافه بکنه اما یه تبصره بذاره؟ و اون تبصره اینه که اگر شکایتی علیه اینجا شد دولت ایران باید جواب بده. دولت ایران در مقابل فروش این کارخانه آلومینیوم حدود 400 میلیارد میگیره کلن، که 140 میلیاردش نقد بوده، بقیهش هم قسطی بوده. اما آقای محمد تاجر هفته گذشته یک شکایتی رو در فرانسه به ثبت میرسونه علیه دولت ایران بابت انجام این معامله به مبلغ 650 میلیارد تومان. من تردید ندارم، برای این بخشش سند ندارم، حرف خودم نظرمه، تردید ندارم که خریدار 77% از عوامل همین آقای تاجره و از طرف او پشتیبانی میشه و از طریق اون دو گروهی که به شما گفتم، برای اینکه ایشون بتونه بعدن این شکایت رو ببره و میبره. هم کارخانه رو صاحب شدن، هم 650 میلیارد از دولت ایران غرامت گرفتن. یه سرود ایران پخش کنید. دنبال چی هستید؟ یک با یک برابره؟ درست همون روزی که، همون لحظه‌ای که شما نگران خرج تحصیل فرزندتون بودید، یه تصویری بود تو همون تصویر مال شعبات مکه آنا آرمیتا که یک مردی نشسته همسرش یا دخترش تو بغلش گرفته کنار یه در، دل آدم کباب میشه. و دولت امید و تدبیر میاد و یک چنین این چیزی نیستش که آقای احمد توکلی بهتر از من همه اینا رو میدونه، سایرین بهتر از من همه اینا رو میدونن، اما کسی زورش به این آدم ها نمیرسه.